همکارم مرتضی کاظمیان اینجاست در استودیو. در بخش از صحبت‌های علی خامنه امروز شاهد بودیم که اصرار داشت و تاکید داشت روی پشتوانه‌های حکومت، پشتوانه‌های مردمی حکومت در واقع و افزایش حمایت مردم از نهاد روحانیت و نظام. فکر می‌کنید این بخش از صحبت‌های او با چه هدفی مطرح شد؟ خب ابتدا اشاره کنم که این خیلی جالبه که آقای خامنه ای بعد از 2 سال حالا داره در همین مراسم رسمی شرکت میکنه و نحوه چینش مهمانان حاضران در همین مراسم رسمی که در یک پوشش امنیتی خاصی برگزار شده خودش نشون میده که چقدر حکومت پشتوانه مردمی داره. یعنی حتی مقام های حکومتی در فاصله از همون کسانی قرار دارن که حامیان حکومتن و در این مراسم شرکت کردن و آقای خامنه ای در یک جای ممتازه. این خودش اون شکاف جامعه و حکومت رو در جمهوری اسلامی عریان میکنه. و البته اشاره کنم که جالب امروز از ساعت 8 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر پرواز هواپیماها در تمامی فرودگاه‌های استان تهران متوقف و ممنوع بوده. چرا؟ چون این به طور سنتی آقای خامنه‌ای که به جای حرکت عزیمت میکنه پروازها باید متوقف شه. این عمق و شدت هراس نهادهای امنیتی رو از بروز هر گونه رخدادی علیه شخص اول نظام نشون میده. و باز این ادعای آقای خامنه‌ای که حامیان نظام بیشتر شدن به ویژه نهاد روحانیت، خب این وقتی میشه ارزیابیش کرد که داوری‌های خود روحانیون به ویژه کسانی که غیر حکومتی این رو ما اشاره کنیم بهش، جایی که خود اینها معترضن از این که چطور در خیابان‌ها مورد سوال قرار میگیرن، حتی نمایندگان ولی فقیه امام جمعه‌های منصوب آقای خامنه‌ای دارن ابراز میکنن تا چند اندازه زیر فشار جامعه قرار دارن به خاطر شرایط حاکم. آقای خامنه استناد میکنه از پایگاه روحانیت به تشییع جنازه آیت الله بهجت، در حالی که اتفاقا آیت الله بهجت یکی از نمادهای روحانیتی است که پرداخته به حوزه وظایف غیر سیاسی روحانیت و جزء روحانیون معروف نیست که آمیخته شده با حکمرانی روحانیان در جمهوری اسلامی. به این معنا ادعای آقای خامنه ای هیچ نسبتی با واقعیت برقرار نمی‌کنه و فقط یک واکنش تند و خشمگینانه نسبت به سر دادن شعارها علیه حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی و افزایش مطالبه یک حکومت عرفی و سکولار در ایران. و یه نکته دیگه، استفاده از کلمه مرتجع برای توصیف افرادی که به ارزش‌های غربی به گفته ایشون علاقه‌مندند و خواستار بازگشت به دوران پهلوی. فهم کنین که این توصیف با چه هدفی انجام شد؟ خب واقعا قابل توجه، یک تعریف جدیدی از ارتجاع و مرتجع آقای خامنه‌ای داره به دست میده که اتفاقا خودش و حاکمیت سیاسی در ایران نماد اون محسوب میشن. یعنی جالبه که این ادعا در حالی مطرح میشه که همزمان با اجرای طرح معروف به عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی، یعنی یک دور جدیدی از سختگیری در رابطه با حجاب و تحمیل حجاب اجباری به ویژه به زنان و سختگیری در رابطه با سبک زندگی که همش مبناش یک ادعاها یا یک قرائت سنتی از اسلام در جمهوری اسلامی است. یعنی آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی داره در یک رقابت پا به پایی با طالبان حرکت میکنه و جامعه‌ای رو که به خاطر عصر ارتباطات، به خاطر فناوری اطلاعات در جهان طبیعتاً مطالباتی فراتر از این وضع داره و خواسته هاش در واقع پاسخی نمیگیره در جمهوری اسلامی، اون رو متهم میکنه به مرتجع بودن. یعنی شهروندی که به تعبیر آقای خامنه‌ای دنبال سبک زندگی غربی یا به تعبیری مطالبات مدرن هستش و مدرنیته رو فرض میگیره، حاکمیت عقل و علم رو تعقیب میکنه، آقای خامنه‌ای مرتجع میدونه و قابل پیش بینیه که خروجی یک چنین حکومتی که عقل ستیز، علم گریز و برمیگرده به یک ریشه هایی که اون ریشه ها مبنای علمی ندارن، تا چه اندازه اون وقت با این مفهوم ارتجاع و مرتجع نسبت برقرار میکنه. تاکید میکنم در حالی که خود آقای خامنه‌ای نماد یک حکومتی محسوب میشه که داره در برابر مدرنیزاسیون، در برابر مطالبات یک جامعه جوان که دنبال مدرن شدن مقاومت میکنه و تا حوزه زندگی شخصی داره شهروندان رو زیر فشار و سرکوب میکنه. اینجا اون بار معنایی کلمه مرتجع در واقع مقداری ابهام‌آمیزه. متشکرم از حضورتون در استودیو، مرتضی کاظمیان.